سلام دوستان، من نیما شهرسواری و این برنامه به نام جان است. با شما هستم. این قسمت 51 از برنامه به نام جان هست و ما قراره توی این قسمت درباره جهان خاکستری با هم صحبت کنیم. ممنون که همراه من هستید. خب دوستان، توی این قسمت مشخص ما میخوایم بیشتر در باب این مسئله صحبت بکنیم که به کرات باش روبرو شدید، به ویژه یکی از اون پایه‌های فکری نوین در جهان مدرن هست در باب این که جهان خاکستری است و جهان رو نباید این گونه سیاه و سفید دید. حالا سعی میکنیم توی این قسمت پیرامون این مسئله حواشی که درش وجود داره و اصولا خلط مبحث هایی که در دل این معنای مشخص هم وجود داره صحبت کنیم. خب قاعدتا ما از اون دیرباز جهانی رو تصویر شده دیدیم که همواره پیرامون این سپیدی و سیاهی تصویرهایی رو به ما ارائه داده. یعنی شما وقتی نزدیک میشید به هر فرهنگی، به هر تمدنی، به هر نگاه مذهبی و دینی و اصولا هر فلسفه انسانی، اون مواجه میشیم با این نگاهی که یک طرف سپیدی مطلق هست و یک طرف سیاهی و زشتی. یعنی بیایید با هم یک دوره کوتاهی بکنیم. شما اگر به زرتشتیت، به اسلام، به مسیحیت، به یهودیت نزدیک بشید، به ویژه در دل مثلا زرتشتیت که حالا به نوعی خیلی پیشتر از این ادیان به خصوص مسیحیت و اسلام وجود داشته، خب شما مواجه میشید با یک جهان دو قطبی، یک جهان سپیدی و سیاهی، یک جهانی که یک طرف اون رو اهورامزدا گرفته و یک طرفش رو هم اهریمن و ابلیس، که حالا قرار هست که این دو نیروی خیر و شر و تقابل این دو نیرو هستش که جهان رو اصلا به پیش میبره و در این حال قرار هست که شما جهان رو به این سمت سپید و سیاه ببینید. قرار هست که شما در این وادی میان این دو معنای زشتی و زیبایی یکی از این دو معنا رو انتخاب بکنید. اصولا در دل این نوع نگاه خیلی همه چیز ساده و سطحی است. یعنی شما بلافاصله میتونید هر زشتی رو نسبت بدید به اون سمت، به زشتی و پلیدی و شر در دنیا، و این طرف هر چه زیبایی رو نسبت بدید به خدا و اهورامزدا و دیگر معانی. ما اصولا از اون ابتدا هم با تمامی معانی که روبرو میشدیم جهان رو به همین سمت به پیش برد. خب ما بارها در قسمت‌های مختلفی که در این برنامه به نام جان داشتیم اشاراتی رو به رنسانس و عصر روشنگری داشتیم که اصولاً ذهنیت انسانی حالا فرای اون نگاه‌هایی که از دیرباز در دل یونانیان بوده و به نوعی وراثت اون نگاه‌ها رسیده به عصر روشنگری و پیش از اون رنسانس، شما مواجه میشید که تفکرات انسانی از اونجاست که حالا دچار یک سری تحولات میشه. حالا قرار هست که جهان رو به نوع دیگری ببینه. و بارها و بارها هم پیرامون این مسئله صحبت کردیم که گاهن ما مواجه شدیم با اون فرهنگ ضدیت. فرهنگی به مفهوم این که هر چیزی که در برابرتون تصویر شده رو باید کنار بزنید. یعنی اگر شما به عنوان یک آتئیست پا به میدان میذارید، حالا قرار هست که به عنوان آتئیست هر چیزی که از خدا تعریف شده، معنا شده رو به کنار بذارید. اگر شما خودتون رو یک ضد مسیحی یا یک ضد مسلمان میدونید و اصولا باورهای خودتون رو بر پایه این ضدیت تصویر کردید، خب قاعدتا تمامی افکار و مبانی فکری شما هم بر پایه همین ضدیت نقش بسته. حالا قرار هست که هر چیزی از اون فرهنگ رو وارونه تصویر بکنید و اصولا ارزش های اونها رو ضد ارزش بدونید و حتی ضد ارزش های اونها رو ارزش تلقی بکنید. این همون فرهنگ ضدیتی است که من بارها و بارها دربارش در بخش های مختلف برنامه های به نام جان و ویژه برنامه ها صحبت کرد. خب اصولا وقتی میرسیم به اون نقطه ابتدایی که قرار بر این تغییر افکار بوده، باز هم مواجه میشیم با این نوع از افکاری که ما تحت عنوان اون فرهنگ ضدیت میشناسیم. یعنی حالا مواجه میشیم با افرادی که اگر در دوران کهن و در بین مردم و اصولا باورهای متنوع فرهنگی و مذهبی صحبت پیرامون سپیدی و سیاهی به میان گذاشته شده، حالا جماعتی هستند که این سپیدی و سیاهی رو میخوان که از میان ببرن. حالا میخوان یک فرهنگی بر ضد این تصویر بکنن و ما مواجه میشیم با اون نگاهی که تحت عنوان جهان خاکستری میشناسیم، که حالا قرار هست که ما جهان رو اینگونه سپید و سیاه نبینیم. قرار هست که ما یک جهان خاکستری رو در برابر خودمون تصویر بکنیم.
که حالا در دل این جهان خاکستری دیگه این سپیدی و سیاهی معنایی نخواهد داشت. فارغ از اون نگاه‌های باستانی و سنتی که پیرامون این سپیدی و سیاهی وجود داشته، ما در جهان مدرن هم باز مواجه میشیم با این نگاه‌هایی که توامان گره خورده به تصاویر سیاه و سپید بوده. یعنی شما مواجه میشید با یه فکری مثل فکر مثلا کمونیست. خب کمونیست ها هم سعی کردن که همون نگاه سپید و سیاه رو تصویر کنن. حالا تمامی سپیدی ها و زیبایی ها و بهشت برین و جهان زیبا رو در دل همون افکار کمونیستی و عدالت جویانه خودشون تصویر میکنن، با تمام تناقضات و اشتباهات و زشتی هایی که در دل خودش داره. پیرامون به عنوان مثال، پیرامون نگاه سیاسی که در خودش رنگ داده و تصویر کرده، اون استبداد و دیکتاتوری که در دل خودش رویانده و بزرگ کرده، تا این حد سرخم کردن در برابر این نگاه مستبدانه. اما تمام زیبایی رو در دل همین افکار خودش میشه و حالا یک نقطه سیاهی رو در برابرش تصویر میده که اون نقطه سیاه هم میشه نظام سرمایه‌داری. و حالا هر اتفاقی که در دل این نظام سرمایه‌داری بیفته از نظرش پست و زننده است. یعنی این اون نگاه سپید و سیاه هست که جاری و ساری نه تنها در افکار باستانی ما، که حتی در افکار مدرن ما که جزء خب نگاه‌های علمی هم حتی به حساب میاد. یعنی شما وقتی با سوسیالیسم و کمونیست روبرو میشید، یه بخش سوسیالیست علمی دارید که دیگه صحبت رو در دل افکار متوهمانه‌ای که در گذشته بوده تفسیر نمی‌کنه، برای تمامی صحبت‌هایی که می‌کنه ادله علمی میاره. اما باز همین نگاه برمیگرده به همون نگاه سپید و سیاهی که از دل باستان با خودش به نوعی همراه کرده. خب ما مواجه میشیم با این نگاه. حالا سعی میکنیم که در باب این مسئله بیشتر و بیشتر صحبت کنیم. نکته ابتدایی این هستش که آیا جهان بدی به صورت خالص وجود داره؟ یعنی ما یک جهان زشتی و پلیدی و بدی رو در برابرمون داریم و در برابر اون یک جهانی پر از زیبایی ها داریم؟ خب قاعدتاً این خیلی فکر احمقانه و پوچی خواهد بود، اینکه شما بخواید تصویر بکنید که یک جهان سراسر زشتی در برابر یک جهان سراسر زیبایی تصویر شد. خب قاعدتاً ما مواجه میشیم دیگه با جهانی که میتونه در دل خودش زیبایی های هم داشته باشه و زشتی هایی رو هم تعریف بکنه. در دل باورها هم با همین مضامین روبرو میشیم. یعنی وقتی شما میرسید به مثلا نگاه کمونیستی، حالا اون کمونیست متعصبی که به نوعی دیندار هست، دینی داره، پیامبری داره، خدایی داره، کتاب مقدسی داره، که حتما همه باهاش روبرو هستید. یعنی اگر شما مارکس رو بذارید به عنوان خدای این دین، حالا میتونید پیامبر هم براش تصویر بکنید، حالا میتونید لنین رو بذارید به عنوان پیامبرش، انگلز رو بذارید به عنوان پیامبرش، حالا میتونید کتاب آسمانیش رو هم تعریف بکنید و بگید کتاب سرمایه مثلا مارکس اون کتاب مقدس و قدسی هست. حالا این نگاه متعصبانه تمام زیبایی رو در دل خودش میبینه و هیچ نقدی رو هم به این نگاه وارد نمیتونه. اما این خیلی دور از واقعیت است. حالا شما وقتی نزدیک میشید به اون اشلی که اینها تعریف میکنند برای حکومتداری، میبینید که چه اندازه سرسپرده به همون نگاه‌های استبدادی است. چیزی که نه تنها در سخن که در عمل هم باهاش روبرو شدید دیگه. یعنی شما وقتی به جهان کمونیستی نگاه میکنید، به کشورهایی که ما تحت عنوان این نوع نگاه فلسفی، سیاسی، اقتصادی در جهان میشناسیم، حالا مواجه میشیم با ثمراتی که در جهان داشت. یعنی شما نگاه بکنید از حکومتهایی که در شوروی اتفاق افتاد و اون انقلاب روسیه، تا کشورهایی که در بلوک شرق به نوعی مستعمره این نگاه شدن و الی آخر کوبا و دیگر کشورهایی که در اون سمت جهان وجود داشتن، در تمام اینا شما میبینید که حالا داره اون زشتی ها، اون سیاهی ها باز هم رنگ برمی. اما باز هم شما مواجه میشید که در برابرش یک نگاه کاملی وجود داره که حالا میگه نه، کلیت این کمونیست هستش که سیاه و بد و غیر قابل تحمل است. فرا این که بخوایم نگاه بکنیم به تئوری هایی که مثلا مارکس پیرامون ارزش کار مطرح میکنه، چگونه کار کارگر رو دارای ارزش میدونه
چگونه میخواد که انسان رو در زمینه اقتصادی به سمت برابری ببره. حالا فارغ از این نگاه به این مبحث که میتونه در دل این نگاه اقتصادی تا چه اندازه ما رویه های سپیدی و رسیدن به اون پیشرفت ها رو ببینیم، کلیت این رو سیاه خلم داد میکنه. این چیزیست که ما در سراسر جهان تقریبا باز هم باهاش روبرو هستیم و باز اون قدرت نگاه به جهان خاکستری رو کمرنگ میکنه. اما اصولا در دل این مباحث ما روبرو میشیم با دو طیفی که در اون رادیکالیسم دارن پیش میرن، دو طیفی که نگاه به شدت دوگمی دارن به مسائل. یعنی از یک سمت کسانی که جهان رو سیاه و سپید میبینن، چه خود اون کمونیست هایی که میخوان مبارزه بکنن که به شدت رادیکال دارن جهان رو نگاه میکنن و تمام اتفاقاتی که در دل سرمایه‌داری و لیبرالیسم اتفاق افتاده رو نفی میکنن و سیاهی میبینن، فارغ از این که ببینن تا چه اندازه سعی شده در راستای پیشرفت در دل اون لیبرالیسم اتفاقات مثبت بیفته، و از اون سمت هم به همین شکل اینقدر غرق در این نگاه های سرمایه‌داری هستند که هر اتفاقی رو از دل به عنوان مثال کمونیسم زشتی و بدی و سیاهی و پلیدی میتونه. حالا از اون طرف در دل کسانی که نگاهی به این تفسیر خاکستری بودن دنیا هم دارند، باز هم شما شاهد این نگاه رادیکال و دوگم هستی. یعنی حال اونها هم هستند که حتی سیاهی هایی که قابل لمس هست در بین اتفاقات و باورهای مختلف رو نفی میکنن. یعنی حالا اینقدر در اون نگاه خودشون متعصبانه به پیش میرن که حتی حاضر نیستن واقعیاتی که سراسر سیاهی هست رو هم قبول بکنن. حالا حتی سعی میکنن در دل اون هم یک تفسیر و تعبیری داشته باشن نسبت به این موضوع مشخص. باز هم با این مطرح کردن این موضوع به نوعی ما به یک سمت مشخص میریم که رادیکالیسم در هر نوع نگاهی میتونه زننده باشه. شما در هر نگاهی نزدیک شدن به این مفهومهای دوگم و رادیکال و متعصبانه میتونه ما رو چندین کیلومتر به عقب برگردونه، چندین سال ما رو به اعماق تاریخ فرو ببره. یعنی اصولا اگر نگاه معتدلی به مسائل نباشه، دوباره ما دچار اون پاییز و خزان میشیم، دوباره ما قرار هست که در جهت عکس تاریخ قدم برداریم. پس قاعدتا اگر جهان رو بخوایم نگاه بکنیم، نمیتونیم جهان رو بدی خالص و یا جهان رو خوبی خالص ببینیم. در هر نوع فکری، در هر نقطه‌ای از جهان، در هر باور مشخصی، پس این قاعدتا داره به ما پیامی رو پیرامون این خاکستری بودن جهان میده. اما یکی از نکات خیلی مهمی که در این نگاه هایی که تحت عنوان خاکستری بودن جهان مطرح میشه، یک مبحث خیلی مهمی است که حالا من در ویژه برنامه‌ای که پیرامون جهان مدرن دارم در باب این معانی و این مبانی مشخصی که جهان مدرن رو ساخته و امروز ما رو تا این اندازه دارای خدشه کرده و در برابر پیشرفت ها ایستادگی کرده هم صحبت میکنم. اما تو این قسمت سعی میکنیم موجز در باب این مسئله صحبت کنیم که وقتی ما داریم در باب این جهان خاکستری صحبت میکنیم و دستاویز کردن این نگاه جهان خاکستری توسط حکومت‌های مختلف، توسط باورهای مختلف برای خونسا کردن ما رو به کجا کشونده. حالا شما روبرو هستید با یک جهانی که پی خاکستری انگاری ما رو به یک سمتی از بی ایمانی کشونده. حالا شاید مسئله قابل لمسی برای شما نزدیکی این دو معنی نباشه، اما خیلی ساده براتون مطرح. اینکه شما وقتی به جهان نگاه میکنید، به انقلاب‌ها، دگرگونی‌ها و فضاهای فکری که انسان رو رو به این تحولات بزرگ کشونده، خارج از این که ما بخوایم در پی اصلاح اتفاقات در جامعه خودمون باشیم، همواره انسان‌ها نیازمند انقلاب و دگرگونی بزرگ بوده. یعنی همواره خواستن که با یک دگرگونی بزرگ ارزش‌های بنیادین رو تغییر بدن، همون گونه که در ثمره تمام اون نگاه‌هایی که برگرفته از رنسانس و دوران روشنگری بود، ما در نهایت با یک اروپایی که انقلاب کرد روبرو شدیم، با یک فرانسه‌ای که در اون انقلاب سعی کرد تمام ارزش‌ها رو تغییر بده، یا در دل همون روسیه با افکاری که توسط مارکسیست‌ها مطرح شد، یا حتی نزدیکتر بیایم وقتی نزدیک میشیم به انقلابی که در ایران اتفاق افتاد، انقلاب جمهوری اسلامی. حالا شما مواجه شدید با
یک کنش فکری که در نهایت ما رو به سمت انقلابی کشونده تا تمام ارزش‌ها تغییر بکنه، تا چیزی باقی نذاره. در پی اصلاح نبوده، در پی تغییر بنیادین بود. حالا وقتی ریز میشید به این انقلاب‌ها در جهان، مواجه میشید با این نگاه سیاه و سپید انگاری. یعنی شما نمیتونید فارغ از این نگاه دل در گروه انقلاب داشته باشید. تمامی انقلاب‌ها در سراسر جهان تعریف شدن برای ساختن ایمان و تصویرگری از یک جهان سپید و سیاه با عرضه اون جهان سپید بوده که تونستن جماعتی رو همسو و همرأی خودشون بکنن، جماعتی رو همسو و همرأی خود بکنن برای از جان گذشتن، برای همراه شدن تا آخرین قطره خون برای تغییر بنیادین. حالا اینجا ما نمیتونیم یک جهان خاکستری تصویر بکنیم. حالا نمیتونیم دشمن خودمون رو تا حدی محق تصویر بکنیم. اینجا اون نقطه ایست که ما نیازمند تصویرگری برای جهان سپید و سیاه هستیم. اصولا اون عامل محرکه هست که با تصویرگری از سیاهی های جامعه در حال حاضر و تصویرگری از یک رویایی در اون سپیدی اعظم، تصویر کردن اون بهشت، اون مدینه فاضله، حالا میتونیم جماعتی رو همراه خودمون بکنیم. پس لزومه مستحکم برای انقلاب و دگرگونی های بزرگ قاعدتا ساختاری است با همین تعریف جهان سپید و سیاه. شما فارغ از این در هیچ جای جهان انقلابی رو نخواهید دید، هیچ وقت در هیچ جا، در هیچ جای از تاریخ. هر نقطه‌ای در تاریخ انقلاب بزرگی اتفاق افتاده، ما مواجه شدیم با این تصویرگری سپیدی و سیاه. شما به جمهوری اسلامی و اون عقبه نگاه بکنید، به زمان پهلوی نگاه بکنید، گروهی که در پی تصویرگری پیرامون این سپیدی و سیاهی بود در میدان بود. یعنی شما وقتی به نگاه‌های اسلامی اون دوران نگاه می‌کنید، هر نگاهی که جنبه اصلاحی داشت، هر نگاهی که در پی خاکستری جلوه دادن دوران پهلوی بود، نتونست قدرتمند در میدان بمونه. نمونه بارز اون هم شما مواجه می‌شید با جبهه ملی، با بازماندگان مصدق، با بازماندگان اون طیف فکری، اون طیف فکری که تا این حد رادیکال نبوده، تا این حد وارد میدان برای سپید و سیاه کردن نبوده، با همون تزها و فکرهای خاکستری به نوعی پا به میدان گذاشته. عناصری که در دل اون این جنبه ها رو قبول کردن وارد اون چرخه انقلابی شده، اون عناصری که قبول کردن جهان رو اینگونه سپید و سیاه ببینن، اونهایی که قبول کردن در این رادیکالیسم سهیم بشن، یا به عنوان مثال چپی‌ها، چپی‌هایی که حالا یک عده وسیعشون به واسطه قدرتی که دیدن در اختیار مذهبیون هست، حتی فرقه‌هایی رو به وجود آوردن که همداستان با اون مذهب باشه، یعنی برگرفته به نوعی از اعتقادات خودشون باشه اما همداستان با اون نگاه مذهبی که میداندار بوده باشه. پس تمام اینها داره به ما یک پیام رو میده که برای دگرگونی و انقلاب نیازمند این هستیم که جهان رو سپید و سیاه ببینیم، نیازمند این هستیم که جهان زشتی که در اون غرق شدیم رو سیاهی مطلق تصویر بکنیم و حال با توجه به رویاها، باورها، ایمان خودمون یک تصویر روشن و سپیدی از اون آینده در دوردست‌ها برای انسان‌ها مبدل به رویا بکنیم، این رویا رو به اینها بفروشیم، این رویا کم کم تبدیل به اون آرزو بشه و حالا با داشتن این آرزو مردمی تلاش بکنن و با امید به رسیدن به اون هدف غایی در برابر یک انقلاب دگرگونی رو به وجود بیارن. این چرخه سالم و قابل بحث و قابل شناخت در سراسر جهان پیرامون انقلاب ها هست. حالا نقطه کلیدی قضیه دستاویز قرار دادن این جهان خاکستری توسط حکومت ها، توسط نظام هایی که در جهان وجود داره، نظام های فکری، رسانه ها و الی آخر، که حالا سعی میکنن با تصویرگری از این جهان خاکستری انسان ها رو در اون واماندگی قرار بدن، انسان ها رو به سکون و سکوت وادار کنن. اون نقطه کلیدی برای تغییر که میدونن با تصویرگری در این داستان هست، اصولا انقلاب نیازمند به نوعی رادیکالیسم هست. یعنی شما نمیتونید که انقلاب بدون رادیکال بودن بکنید. شما نمیتونید روحیه خودتون رو بیدار نکنید برای ایستادگی تا آخرین قطره خون و توقع انقلاب داشته باشید. انسان‌هایی که به دنبال اصلاح هستن، خب قاعدتاً تا پای جان که حاضر نیستند وارد این وادی بشن.
و حالا شما وقتی مواجه میشید با جهان خاکستری، این جهان خاکستری داره به شما فرمان به اصلاح میده. یعنی میگه جهان جهانی نیست که سپید و سیاه باشه. شما از این سیاهی مطلق به سپیدی نخواهید رسید. اصلا این سیاهی که داره تعریف میشه واقعی نیست، واقعیت نداره. شما دارید یک سیاهی رو در برابرتون میبینید که در حقیقت خاکستریه، در حقیقت ادغامی از سپیدی و سیاهی است. حالا شما برای اینکه بخواید این سیاهی رو از بین ببری، مثلا دارید در برابر یک عدم وجود ایستادگی میکنید. حالا شما باید این نگاه رو داشته باشید که جهان به عنوان مثال حکومتی که در برابر ما قدرتمند هست یک حکومت خاکستری است. حالا شما باید با اضافه کردن المانهای سپیدی به این حکومت از اون رنگ خاکستری و آلوده کمتر و کمتر بکنید. این یعنی فرمان به همون سمت و سویی که قرار هست ما به سمتی کشانده بشیم که در پی اصلاحات باشیم. پس وقتی ما داریم در باب این نگاه صحبت میکنیم، این نگاهی که جهان خاکستریست، نوک پیکان انتقاد ما پیرامون این نگاه مشخص در این داستان هست که انسانها به واسطه این نگاه ها و به واسطه سوء استفاده حکومت ها و رسانه ها بلخص از این تصویرگری معنایی ما به سمت و سوی سکون و سکوت کشیده شدیم. انسان ها دیگه اون فعلیت رو در خودشون ندارن. اصولا ما مواجه هستیم در سراسر اتفاقاتی که به عنوان مثال در ایران افتاده، که حالا باز هم سعی میکنیم در برنامه های آتی ویژه برنامه های پیرامونش داشته باشیم. اصولا به عنوان مثال مردم ایران مردمی نیستند که عملی داشته باشن، مردمی هستن که عکس العمل از خودشون نشون میدن. در ویژه برنامه های دیگه که من داشتم هم درباره صحبت کردم. یعنی ما هنوز نرسیدیم به فعلیت اجتماعی، ما در خودمون عملی رو از خودمون به بروز نمیدیم. به واسطه تمام اتفاقاتی که بر ما رخ میده حالا سعی میکنیم عکس العملی نشون بدیم. حالا اگر مهسا امینی به وحشیانه ترین شکل کشته میشه، حالا مردمی هستن که از خودشون عکس العملی نشون میدن، نه عملی که خودشون شروع کنندش باشن، نه عملی که بخوان در راستای اون آرزوها و آرمانها و رویاها و ایمان جمعیشون تغییری به وجود بیارن. قرار بر این هستش که در برابر ظلمتی که داره بهشون میشه حالا یه عکس العملی از خودشون نشون بدن. حتی این رو ما در کشورهای دیگه میبینیم که وجود هم نداره. یعنی ما مواجه میشیم با کشورهایی که در شرایط سنگین و بد اقتصادی زندگی میکنن، اما حتی این عکس العمل هم نشون نمیدن. این منظور در راستای تحقیر مردم نیست. این بیان کردن این صحبت در این راستا هستش که ما به اون فعلیت نرسیدیم. یکی از این دلایل نرسیدن به فعلیت هم همین نگاه ها به جهان خاکستری است. همین تصویرگری پیرامون این خاکستری بودن جهان هست. همین ازمیان بردن و عقیم کردن نگاه هایی است که برگرفته از این سپیدی و سیاهی ها هست. حالا انسانی که ایمان به سپیدی در پیش داشته باشه برای آرزوهای خودش به میدان است. حالا کسی که سیاهی محض این حکومت رو درک کرده باشه حاضر نیست هیچ وقت وارد میدانی برای اصلاح این حکومت بشه. تمام هم و غم خودش رو میذاره تا اون سپیدی بزرگی که آرزوش رو داره رو به میدان بیاره. پس قاعدتا وقتی ما داریم در باب این مسئله مشخص صحبت میکنیم، نوک پیکان تمامی نقدهای ما در باب همین مسئله مشخص است. اینکه جهان خاکستری ما رو داره به سمت و سوی برای سکون و سکوت میشه. خب قاعدتا این نگاه صفر و صدی سپیدی و سیاهی دیدن ها ضررهایی رو در جهان برای ما پدید آورده. قاعدتا به وجود آوردن انسان هایی که خیلی دوگم و رادیکال به جهان نگاه کنن، باورمندانی که به شدت رادیکال شده دارن به جهان نگاه. از بعد روانشناسی روانشناسانی هستن که پیرامون این مبحث نگاه خاکستری صحبت‌های بی حد و حصری دارد. قاعدتا انسان در فردیت خودش هم میتونه دچار اشکال‌هایی بشه به واسطه این سیاه و سفید نگاه کردن به جهان. حتی در ارتباطات بینابینی بین انسان‌ها میتونه این نگاه سپید و سیاه ضررهایی رو به وجود بیاره. و اصولا نگاه به واقعیت جهان
ما رو به این سمت و سو میبره که باید به سمتی کشانده بشیم که جهان رو تا این حد سیاه و سفید نبینیم، اما وقتی داریم در باب یک نگاه گسترده اجتماعی صحبت میکنیم هست که ضربه مهلک و بزرگش رو این نگاه خاکستری به حرکات عمده انسان ها میزن. انسان ها رو از فعلم به نوعی دور میکنه، انسان ها رو در خود مانده و عقیم به جای میذاره، انسان ها رو به سکون و سکوت و خفقان میکشونه. حالا ما باید یک میزان و یک سنگ میزانی رو در برابر داشته باشیم تا بخوایم به یک نتیجه درست برسیم که در این میدان باید چه راهکاری رو انتخاب کرد. در این میدان تصویر شده برای انسان ها در بین غرق شدن و خواب ماندن در جهان خاکستری و یا دوگم و دیوانوار و رادیکال در دیدن جهان به سپیدی و سیاهی برای تغییر باید کدوم رو انتخاب بکنه؟ مثلا تغییر از کدوم داستان وارد میدان میشه؟ اینکه انسان‌هایی باشند که فقط و فقط خودشون رو عاجز برای عکس العمل در برابر عملهای وحشیانه بدونند یا خودشون عملیات رو به دست بگیرند برای تغییرهای بنیادین و بزرگ. ما باید به واقعیت جهان بیشتر و بیشتر نگاه بکنیم و اصولا با تصویرگری از جهان واقعی حال به سمت و سوی باشیم برای تعلیم درست. بارها در باب این مسئله صحبت کردیم، تنها راهکار برای ما رسیدن به اون تعالیم هست. ما باید تعالیم درستی داشته باشیم تا بتونیم انسانهای درستی رو هم از این میدان کشت بکنیم. این توهم خاکستری بودن جهان برای دور شدن از زشتی ها هست. یعنی شما از یک سمت دیگه به جهانی نگاه میکنید که زشتی های بی حد و حصری در اون وجود داره. ما جهانی رو در بین انسان ها داریم تصویر میکنیم که اون جمعی انسان ها به واسطه تعالیمی که دیده شدن سرخم کردن در برابر زشتی که مستدام در بینشون وجود داره، همتای همون اشتباهات مصطلحی که در بین مردم جاری هست و همه قبول کردن و دارن تکرارش میکنن. یعنی بیاییم ما هم دوره بکنیم. ما داریم در جهانی زندگی میکنیم که انسان ها به واسطه خوردن و خوراک خودشون حیوانات رو زجر میدن و آزار. این مبدل به یک خشونت جمعی شده که حالا نه جنبه های خشونت، بلکه تبدیل به یک روتین زندگی شده. ما در جهانی زندگی میکنیم که نابرابری بیداد میکنه. مردمی هستن که ساعت های متمادی کار میکنن، زحمت میکشن، اما هزینه زندگی معمول خودشون رو هم ندارن، از پس هزینه های روتین زندگی خودشون هم بر نمیان. در برابر اون انسان های بی حد و بیشماری رو داریم که به واسطه ارثی که گرفتن، دزدی که کردن، حتی کار درستی که انجام دادن، اما باز هم در کفه میزان در برابر جمعیت بیشماری که همواره دارن کار میکنن کار بسیاری نکردن، اما ثروت ماورایی دارن. اما ثروت صدها انسان، هزاران انسان و گاهن میلیون ها انسان رو به دست گرفت. منابعی که برای میلیون ها انسان میتونه باشه رو در اختیار یک تن، چرا که مثلا فلان چیز رو به وجود آورد. اصلا شما بپرسید از کلیت جهان که آیا وجود داشتن اون چیزی که مثلا اون آدم به وجود آورده چه ارزشی داره؟ در زندگی فردی اونها چه ارزشی داره؟ شما نگاه کنید به اتفاقات ریز و درشتی که داره میفته و انسان‌هایی که این زشتی‌های بی حد و حصر رو دیدن و قبول کردن، وارد وادی شدن که جهان رو خاکستری ببینن و از کنار همه موضوعات بگذرن، به نوعی اون اختگی که در دل همه به وجود اومده، اون عقیم ماندنی که باعث این در خود ماندگی ها شده، سکون و سکوت ها شده، انسان هایی که براشون هیچ چیزی موضوعیت نداره، از کنار همه چیز به سادگی میگذرن، از کنار کتک خوردن دیگران، ظلم دیدن دیگران، اعدام کردن دیگران، قلع و قمع کردن دیگران، به سادگی میگذرن، زندگی عادی خودشون رو میکنن. برگرفته از تمامی این افکاری که ما رو به این سمت از سکون میکشون. ما وقتی داریم صحبت میکنیم در باب این جهان خاکستری، داریم در باب تأثیرات غیر مستقیمش صحبت میکنیم، فرای تأثیرات مستقیم که میتونه در این سکون و سکوت داشته باشه، میتونه این روحیه بیدار برای فریاد رو از مردم بگیره و
مردمی که جهان رو خاکستری میبینن، هیچ نقطه سیاهی در برابرشون نیست، حکومت حاکم برشون یک حکومت خاکستری است که میتونن با یک سری اصلاحات اون رو به سمتی ببرند که دیگه تا این حد مجرمانه عمل نکنه. اما دیگه اون نقطه سیاه در برابر نیست، اما دیگه اون آرزو و رویای سفید در آینده روشن براشون تصویر نشده. حالا اونها همه و همه در آرزو و تمنای به نوعی یک آینده روشن از همین جهان خاکستری خودشون است. فرای اون شما مواجه میشید با جهانی که پر از زشتی هاست. حالا عده‌ای دارن قلمداد میکنن و تصویر میکنن که بله، انسان ها در همه موارد سعی میکنن بهترین عمل خودشون رو بکنن. کجای جهان انسان ها دارن عمل خوب رو انجام میدن؟ این همه انسانی که داره از کنار ظلم های بیکران میگذره، تن در داده در برابر کشتار حیوانات عنوان است. کشتار حیوانات که تبدیل به یک روتین عادی در زندگی عموم مردم شده، مردمی که در صف های طویل در فروشگاه ها به دنبال گوشت تن کودکان حیوانات میکردن، دارن به سر و کول هم میزنن تا این گوشت رو به دست بیارن و این مبدل شده به یک زندگی روتین و معمول. حالا کی میتونه تصویر بده از انسان‌هایی که خاکستری هستن، کارهای بدی نمی‌کنن، اینا دارن زندگیشون رو میکنن، زندگی که توامان با ظلمت به دیگران شده. حالا مردمی هستن که به سادگی دارن میگذرن از تو خیابونی که یه گردن کلفت داره یه کودک رو کتک میزنه، یک مأمور داره یک زن رو کتک میزنه، در اون کشور دیوانه خانه دارن یک زنی رو شلاق میزنن، هیچ کس براش مهم نیست، به سادگی زندگی روتین و معمول خودشون رو انجام میدن تا زمانی که خودشون درگیر این مسائل بشن. یعنی شما با کرات با این صحنه ها روبرو شدید، ما حالا روبرو میشیم با ایرانی که به عنوان مثال کسانی که ضربه خوردند و درد دیدند و دردمند هستند و به نوعی به صورت مستقیم با این حکومت وحشی و وحشی خوی درگیری داشتن وارد این چرخه و میدان اعتراض میشن. نه کسانی که دور بودن، اینها منتظرن تا شاید روزی، حالا ما که فعلا در این اتفاقات ضربه ای نخوردیم، زندگی خودمون رو بپیشیم. به صورت غیر مستقیم این نگاه ها تأثیرگذار هست. جهان حقیقی و واقعی ما رو به این سمت و سو میکشونه که ما باید با استفاده و اتکای از تعلیمات این نگاه ها رو تغییر بدیم. ما باید به اون نقطه ای برسیم که بله، اون فرهنگ ضدیت میداندار نباشه. ما باید به نقطه ای برسیم که همه چیز رو سیاه و سپید نبینیم، اما برای شروع، برای تغییر نیاز داریم به این نگاه های سیاه و سپید. نیاز داریم تا بیدارگری در دل مردم زنده بشه، تا انسان ها مبدل به فریاد بشن، تا مشت های اونا گره کرده برای حقوق خودشون و دیگران به نوعی در میدان باشه. پس ما نیاز داریم تا از این چرخه ها استفاده بکنیم برای فردای بهتر، و حال در دنیای آزاد میتونیم با استفاده از تعالیم انسان ها رو به نقطه ای برسونیم که جهان رو تا این حد سیاه نبینن، اما سیاهی های جهان رو ببینن. اما این معنی ما رو به سمت و سویی نبره که چشم رو بر سیاهی ها ببندند، همون گونه که امروز بستند، همون گونه که امروز میبینید به سادگی از کنار ظلمت ها میگذرن، همه زشتی و ظلمت و خشونت و وحشیگری رو مبدل به زندگی روزمره خودشون کردن. قاعدتا میشه بیشتر و بیشتر در باب این مسئله صحبت کرد، در آتی هم قاعدتا درباره‌اش صحبت میکنیم، در ویژه برنامه‌ای که در آینده پیرامون جهان مدرن داریم بیشتر در باب معانی که جهان مدرن به ما فشار آورده و ما رو به این سکون و سکوت برده صحبت خواهیم کرد. در این انتهای برنامه هم دوست دارم باهاتون مطرح بکنم که اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه، این راه تغییر شکل بگیره، میتونید آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید. منظور از آثار هم خلاصه به برنامه بنام جان نمیشه. من پیشتر از این که بخوام برنامه بنام جان رو ضبط و منتشر بکنم، آرا افکار عقاید و باورهام رو تحت عناوین کتاب‌های به رشته تحریر درآوردم. تمامی این آثار به صورت رایگان در وبسایت جهان آرمانی در اختیار شما دوستان هست. میتونید با مراجعه به این وبسایت این آثار رو به صورت رایگان دریافت کنید و اگر دوست داشتید این صدا شنیده بشه، اون رو با دیگران هم به اشتراک بذارید. ممنون که همراه من بودید. من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان بود. در پناه آزادی.